من میخواستم اینجا در مورد فاینالی صحبت بکنم. فاینالی توی ترای اند کچ چیه؟ فاینالی در اصل برای تمیز کردن کد هستش. میدونید یک کدی که داخل فاینالی بلاک هستش اکزیکیوت میشه. ببینید من اینجا با یه مثال شروع میکنم. من اینجا یه پروژکتی دارم به اسم امیر و کلاسی دارم به اسم مین. توی این کلاس مین ما سه تا لایبرری ایمپورت کردیم، خب، و توی این سه تا لایبرری که ایمپورت کردیم فایل ریدر و بوفر ریدر رو هم توش داریم و اکسپشن هم، یعنی اکسپشن هندلینگ رو هم داریم توش. خب توی مین متدمون یه فایل رو داریم به اسم تکست فایل. تکست فایل چیکار میکنه؟ وقتی که من این رو ران میکنم تکست رو میخونه و در اصل میده بیرون. یعنی من اگر این داخل این چیز برم برای من تکست رو میخونه و میده بیرون. خب و اون تکستی که ما الان چیز کردیم الان اینجا نیستش. اگر پروژکت من رو، اگر ورک اسپیس من رو نگاه بکنید، امیر تکست فایل من اینجاست، داخل سورس نیستش. میدونید یعنی من در اصل بعد داخل همون فقط پکیجتون بریزید تکست فایل که فقط تکست فایل که میبینید اینجوری نوشته، تکست معمولی. اینو ران کردیم. خب بعد چیکار میکنیم؟ این رو ببینید اکسپشن هندلینگ داره. میام اینجا من txt رو ته آخرش رو برمیدارم. خب اینو ران میکنم. خب وقتی که اینو ران کردم میاد چی میگه به من؟ میگه که فایل رو نمیتونم پیدا بکنم. میبینید اینجا میگه no such file or directory. و خب این من اینو عوض کردم به خاطر اون نتونست اینا رو بخونه. حالا کاری که ما میخوایم اینجا انجام بدیم چیه؟ میام یه در از try and catch درست میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میام وقتی که من اینو اینجا ببینید، حالا کد رو اینجا داخلش رو داخل بعد از اینکه گفتم این رو بخون، اگر چیز نبود، نول نبود، یعنی خالی نبود، پرینت کن بیرون. بعد چیکار بکن؟ فایل ریدر و بوفر ریدر رو ببندش. خب try catch block چیکار میکنه؟ try catch block باعث میشه که این فایل prevent بشه. یعنی من اگر داخل این مین متدمون که هستم، خب چیکار بکنم؟ وقتی که داخل این مین متدمون هستم بیام این بالا، خب میام اینجا میزنم try. خب وقتی که try رو نوشتم کنترل اسپیس که بزنم در اصل به من چیکار میکنه؟ try catch block رو به من میده. منتها من اینجا داخل مین متدم اومد این کار رو انجام بدم. try catch block. خب اینو به ما داد. برمیدارم تمام این کدو که ما اینجا داریم رو برمیدارم کات میکنم. خب اینا رو میارم بالا میندازم داخل tryمون. خب اکسپشنی که من اینجا به کار میبرم به جای این اکسپشن چی به کار میبرم؟ فایل ریدر اکسپشن به کار میبرم. یعنی اینجا قبلش مینویسم فایل not found exception. خب بعد این پایین exception رو چجوری اینجا می نویسم؟ file not found exception e. این چه ایرادی میگه؟ خیلی خوب چیه؟ من چیکار کردم؟ خب file not found exception رو من این بالا آوردم. خب یه دونه جاوا آیو رو من در اصل file not found exception رو این بالا انداخت. یعنی یه اکسپشنیه که وقتی که من اینو اگه فایل پیدا نشه برای شما چیکار میکنه؟ یه چیزی رو میده بیرون. چی رو میده بیرون؟ سیس رو میزنم. سیس اوت، سیس سیستم دات err دات print line. خب و داخل این print line ای رو می نویسم دیگه. خب میگم ارور رو به من بده. به جای ای خالی میسم ای دات get message. ای دات get message یعنی مسیجی رو به شما میده که حالا اگر فایل پیدا نشد شما میده. خب من اگه اینو ران بکنم الان میگه فقط چی؟ فایل یا دیکشنری ایجاد نشد، بخاطر همین اپلیکیشن کرش میکنه. میدونید چی میگم بهتون؟ خب برای اینکه این کار رو انجام بدیم و اپلیکیشن یعنی کرش نکنه یا تموم نشه به اصطلاح برنامه، چیکار بکنیم؟ باید فاینالی رو اضافه بکنیم. وقتی که ما فاینالی رو اضافه میکنیم اینجا، خب کد بلاکش رو که اضافه میکنیم این پایین، داخل کد بلاک فاینالی ما چی مینویسیم؟ داخل کد بلاک فاینالی من اینجا قبل از که این کد رو بردارم چیشو بیارم، یه چیزیشو بیارم پایین اجرا بکنم، توضیح بدم. اپلیکیشن میاد اینجا، این برنامه رو تو try چیکار میکنه؟ تا اینجا، از اینجا تا اینجا ران میکنه. وقتی که من این بوفر ریدر رو میبندم اینجا چیکار میکنه؟ در اصل وای میسته. الان اگر من برم دیباگینگ رو بزنم اینجا، در اصل این حشره کوچیک رو اینجا بزنیم، خب چی میشه؟ میبینید همون میاد که میرسه نو ساچ فایل دایرکتوری. خب من این دوتا رو اگر وردارم اینجا، خب کات بکنم ببرم توی فاینالی بذارم، خب الان اگر این رو ران بکنم چه اتفاقی میفته؟ نگاه بکنید، الان اگر ران بکنم میگه FR cannot be resolved. یعنی چی؟ یعنی که FR و BR رو نمیشناسه. چرا؟ چون FR و BR رو ما داخل try و catch معرفی کردیم، داخل try هستش. بعد این FR و BR رو ببریم بیرون try. یعنی چی؟ یعنی من بیام اینجا بنویسم که، بذارید یه مقدار فاصله رو کم کنم، بنویسم file reader FR equals null، خب و reader الان درست equals null و بعد چی؟ buffered reader BR equals null. خب و بعد از این ببرم این فایل ریدر رو بافر ریدر رو بردارم چون این بالا معرفی شده. حالا ما این رو ران میکنیم اینجا، ران که میکنیم دوباره چه چیزی میگه؟ میگه دوباره کرش شده. یعنی چی؟ یعنی میگه تو لاین 24 شما FR نمیشه کلوز بشه چون اصلا من این فایل رو پیدا نکردم. خب من چون فایل وجود فایل یعنی خالیه، خب ما چی میگیم؟ یعنی که چی؟ این اول نول تعریف کردیم گذاشتیمش تو خالی و اینجا میبینه چون خالیه این بالا، خب try ران نمیکنه دیگه چون که ما یه همچین چیزی رو نداریم. ببین txt اینجا تش آخرش نداشتم. چیکار میکنه؟ روی فاینالی میاد fr میبینه نوله و بعد دیگه اون رو چیکار میکنه؟ میگه اصلا همچین چیزی نداریم که من بخوام ببندمش کلوزش کنم. خب من چیکار میکنم اینجا؟ یه ایف استیتمنت واسه اینا درست میکنم، میگم ایف و میگم داخل ایف در اصل fr not equals یعنی نامساوی نول، اگر نامساوی نول بود این کارو بکن. خب این کارو بکن، چیکار بکن؟ اینو بیار x کن، کات کن یعنی بنز بالا و بعد دوباره چیکار بکن؟ یه ایف دیگه اینجا میذارم، میگم یا if else فرق نمیکنه، else if fr not equals br ببخشید br not equals to null و من چیکار بکن؟ این کار رو انجام بده. چیکار انجام بده؟ br رو ببند. یعنی اگر اینا خالی نبودن br رو fr رو برای من ببند. یه مقدارم تمیزکاری بکنم اینجا. خب الان من اگه این رو ران بکنم اینجا چی میگه به من؟ میگه که تکست فایل پیدا نشد، نو ساچ فایل رو دایرکتوری. خب حالا من اگر این تی رو اضافه بکنم اینجا فاینالی چیکار میکنه؟ اینو ران بکنیم میگه چی؟ این ران شده. خب ولی خب ممکنه الان نفهمیده باشید چه اتفاقی افتاد. برای اینکه من این رو به شما دوباره اثبات کنم این تی ایکس آخرش رو برمیدارم ران میکنم. خب بعد این آخر رو نگاه بکنید، من قبل از فاینالی یا بذارید بعد از فاینالی بگم. خب بعد از فاینالی من یه سیس اوت اینجا می نویسم و بعد اینجا چی می نویسم؟ می نویسم هنوز زنده هستم. خب و چیکار میکنم؟ داخل فاینالی اولش هم یه سیس اوت می نویسم و اینجا می نویسم چی؟ فاینالی اجرا میشه. خب الان اگه این رو ران بکنم نگاه بکنید فاینالی داره اجرا میشه با اینکه این فایل رو هنوز پیدا نکرده. میبینید چی میگم به شما؟ یعنی اینجا دیگه کرش نمیشه. یعنی من اگر این رو بذارم داخل در اصل بیارمش یه لاین پایین که به شما اینجوری معلوم کنم که اینو بذارم داخل کامنت، الان اگر ران بکنم اینو میبینید هنوز زنده هستم، یعنی برنامه تا آخر چیز میشه اجرا میشه ولی فاینالی اکزیکیوت نمیشه. بعد چیکار میکنم؟ اینو برمیدارم میارم بیرون و در اصل اینو ران میکنم چی؟ الان هم فاینالی اجرا میشه، فایل رو پیدا نمیکنه و بعد چی؟ هنوز زنده هستم، تا آخر برنامه هم میره. حالا برفرض اینو میذارم روی txt، نگاه بکنید فایل رو میخونه، فاینالی اجرا میشه و هنوز زنده هستم اجرا میشه. یعنی فاینالی کدی هستش که اجرا میشه. اگر برنامه شما چیکار بکنه کرش بخواد بشه این هنوز اجرا میشه. یعنی میتونید شما حتی یه پیام بزنید که مثلا چی برنامه اجرا نمیشه چون فایل پیدا نمیشه. یه کارهای خیلی کارا میتونید با فاینالی بکنید. یعنی پیشنهاد میکنم که بعد همیشه بعد از ترای اند کچ اگر ادوانس جاوا برنامه‌نویسی پیشرفته هستید از فاینالی هم استفاده بکنید.